تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانش سرای مکتب اولاد آدم است. از خیمگاه سوخته تا ساحل فرات، تعلیمگاه رهبر خالق دو عالم است. عرض تسلیت دارم شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و 72 تن از یارانش را خدمت تک تک شما عزیزان که بیننده برنامه ما هستین. هموطن عزیزم، امروز روز دوم ماه محرم است و آمدیم در سطح شهر تا بریم از ساقخانه ها دیدن نماییم و ببینیم که چه نظرات دارد. و یک چیزی که نباید ناگفته بمانه ای هست که زنان هم در واقعه عاشورا نقش گسترده و ارزنده داشته است. حضرت زینب سلام الله علیها که خواهر امام حسین علیه السلام بود و برادر و برادرزادگانش اجازه داد تا بره در میدان جنگ با باطل مبارزه بکنه و مادر وهب که فرزند نودامادش را به فرزند نودامادش دستور داد تا همراه با امام حسین علیه السلام بره و در مقابل باطل بجنگه، که بالاخره این قیام منجر به شهادت امام حسین علیه السلام و 72 تن از یارانش میشه و حضرت زینب سلام الله علیها سرپرستی کودکان یتیم و همچنان 72 تن کودکان 72 تن از یاران امام حسین علیه السلام بر عهده میگیرد تا اینکه واقعه عاشورا را نقل میکنه و این نقل به مکتوب تبدیل میشه و سینه به سینه منتقل میشه تا به امروز که پیروان و راهروان مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه روزه رو به گسترش است و همه روزه پیروان زیاد را جذب خودش میکنه. میریم همراه مردم صحبت میکنیم و شما هم بیننده برنامه ما باشین و ببینین که همه ساله چگونه از مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کابل و در سمت برچی و مختلف مناطق که در کابل وجود داره تجلیل میشه و چگونه مردم سوگواری میکنه. در سقاخانه ابوالفضل عباس آمدیم که در استادگاه دواخانه موجود است. منم میبینیم که چه نظر داره و شما هم ما را همراهی کنید. زنجاتر شما؟ سلام. برادر جان سلام. سلام. خوب هستی؟ شکر فضل خدا. خودتان یک معرفی بکنید؟ مشتبه هستم از مرچی بود. شما در وقت توضیح نظر هستیم؟ بله. تو چیزو دارین؟ جوس هست و اتوبوس هست دیگه. دمام یک کلاس میرسه؟ انشالله که قبول درگاه حق باشه. بله. صبح ساعت چند شروع مونین؟ ساعت 8 نو. ساعت چند هستید اینجا؟ ساعت 5 6 دیگه. 5 تا چند روزه این سقاخانه اینجا فعال است؟ 13 روز تو 13 ماه. چه احساس دارین وقتی میایین در مکتب امام حسین در عزاداری امام حسین خدمت میکنین؟ احساس خوبی دارین عزاداری میکنین؟ موفق و سربلند باشید. تشکر. برادر جان سلام. سلام، خوب هستین؟ صحت خوب. ایام محرم و شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خدمت شما تسلیت عرض میکنم. برای شما هم سلامت باشید. تشکر، زنده باشید. امروز کارتون اینجا خدمت گزاریتون شروع کردین؟ بله، امروز هم شروع کردم دیگه. این روز هم بود اینجا نظرای من فعال بود. قرار است در بخش توزیع نظر که اینجا شما خدمت میکنین چند روز اینجا فعال باشه و کار کنین؟ 13 شب و روز ما اینجا خدمت میکنیم به خاطر ما. ساعت چند می؟ صبح ساعت 8 است. تا ایلا دیگه هشت شما اینجا فعال است سقاخانه ما. هزینه این از را خودتان جمع میکنین یا که مردم میاره در شما تحویل میتوا شما توزیع میکنین؟ نه، خود ما کل چی کل دیگه خود خدا ما نظر چی میکنیم و انداز میکنیم کل ما دیگه فهم کل دیگه از کل دیگه از دیگه نظر کل دیگه. احساستان چی هست؟ احساس ما دیگه احساس چی از محرمیز دیگه. چه پیام داری بر تمام کسایی که تو را از طریق چنل یوتیوب ناسا سنیار میبینه؟ پیام خاص ندارم که اینجا ماه محرم از دیگه به خاطر ماه محرم کلگ آمادگی خود بگیرن. اوزام دیگه کاملی خراب است، کلگ آمادگی خود بگیر از کل جای دیگه. شکرش. سلامت باشی، بخیر باشی. آرزویتون بر دنیای اسلام و دوام اسلام در جهان چی است؟ آرزو یعنی می که مردم خدا رو اصلاح کنه دیگه. اگر مردم خدا رو اصلاح کنه، اسلام همیشه پیروز است، همیشه سربلند است. نوش جانتون پدر جان، تشکر، موفق، سربلند. تشکر. Вот, 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 вот,
در توزیع نظر ما میخواییم امروی از اونا همکاری کنم و یک مقدار در این ثواب بزرگ سهم بگیرم. امی به اندازه زورم است برادر جان؟ شاید بیتنی دیگم. از صبح به ساعت چند شروع مونین؟ صبح از ما بعد چاشت از تجدیگه شروع مونین. فقط نشابه توزیع مونین؟ خب ایره ما بالا کنم ببینم که زور مرسه یا نه. بیره دو خود ترگون بیتر؟ خب بس هست بگیرم شما بفرمایم برادر شما بگیرم که تصویرم فرمایید بیاین بگیرین شما برادر بگیرین بفرمایید شما خب خاله جان بگیرین از شما تمام شد شما من گلاس گرفتی یا نه؟ نوش جان همچنان عزیز امروز یک برنامه دارم برای سوگواران و عزاداران ابوعبدالله الحسین علیه السلام. من 7 سوال نوشته کردم و میخوایم از عزاداران امام حسین این سوالات را بپرسم و جوابشان را داشته باشم در ارتباط به قیام امام حسین و واقعه عاشورا. حسین ایام عاشورا را براتون تسلیت میگم. تشکر. در جان من 7 سوال لستم دارم در ارتباط به قیام امام حسین و ایام محرم است. شما از شماره 1 تا 7 انتخاب کنین هر کدام که برای شما برآمد. باش. شماره 7. خب. آیا بدون حضور زنان واقعه عاشورا که پیروزی خون بر شمشیر است امکان پذیر بود؟ نه خیر. اگر حضور زنان را مثلا که حضرت زینب بود. در واقع عاشورا اگر مثلا ما مد نظر نگیریم ضرب صفر میشه، تمام دستاوردهای امام حسین ضرب صفر میشه، چون امی خود زندهداری خود عاشورا و اصل پیام عاشورا را حضرت زینب رساند به مردم. تشکر است. خواهش میکنم. بخیر باش. سلامت باش. سلام خوب است. سلامتین. بفرمایید نظر. تسلیت باشه ایام محرم. تسلیت باشه. به همه ملت افغانم چنان. یک بار خودتان معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. نام زهراست. باشنده شهر کابل و به سمت بچی. زهرا جان خودت معلومات داری که نقش زنا در قیام عاشورا چی بود؟ زنا چقدر با مردایشان با امام حسین علیه السلام و 72 تن از یارانش همکار بودند. بله اگر حضرت زینب علیه السلام نمی بودند قیام عاشورا تا ابد یعنی سرپوشیده بود، یعنی هیچ کسی آگاه نمی شد که دین اسلام خلاصه زیر پای می شد. به می خاطر حضرت زینب بود که برای همه مردم گفت که ما اهل بید پیامبر صلی علیه و آله و سلم هستیم. با عنوان یک دختر خانم مسلمان پیامتان بر تمام کسایی که شما را از طریق برنامه ما میبینه چی هست؟ پیام ایست که همیشه از ته دل عاشورا را چی کنند؟ یعنی از ته دل اجرا بکنند برنامه های خدا، یعنی چیز نباشند، هیچ پیام خاصی نداشتند. شکرش. خدا حافظ.
ایام عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام بر شما تسلیت میگم. همچنان برای شما و برای کافه ملت تسلیت میگم. برادر جان ما یک چند هفت سوال طرح کردیم اینجا. از هفت شماره هفت هر شماره را که شما انتخاب کنین اونم سوال از شما میپرسیم و میخوایم دیدگاه شخصی خود شما را داشته باشیم. شماره سه. آیا تجلیل از عاشورا فقط برای گریه و ماتم است؟ نه خیر، ما باید از عاشورا البته درس عاشورا رو بگیریم که یعنی چی علت قیام امام حسین چی بود و چی درسای را در او زمان داشت و در این زمان ما چگونه تحلیل از عاشورا داریم و چگونه در چی شرایط در شرایط که افغانستان امروزه یعنی حکومت نامشروع است و همچنان ظلم بالای مردم حاکم است، بسیار به درس آموزنده ای داره برای ملت افغانستان که چگونه از اون استفاده کنیم. تشکرم. بانو بهار سلام. سلام بانو، سلامتین، خوب شد سر خوردین. ممنون، سلامت باشین شما. کجا بخیر؟ بله، من طرف کورس رایی بودم، برم که تقسیم اوقات بگیرم دیگه، سالای آخر از یکم درس بخونیم. موفق باشین. ایام عاشورا را بر شما تسلیت میگم. سلامت باشین، بر شما تسلیت باشین. یک بار خودتان را بر بینندای ما هم معرفی بکنین. حتما. سلام و درود نثار همه بیننده ها، امید که جور و صحت سلامت باشین. شاید بعضی آشنایی داشته باشن دیگه. عاطفه بهار حبیبی هستم، از جمله همکارای دیگه در بخش یوتیوب میشنی. بله. بانو حبیبی، ما امروز در ارتباط به قیام امام حسین و واقعه عاشورا هفت سوال طرح کردیم. آمدیم تا از عزاداران امام حسین علیه السلام بپرسیم که جواب عزاداران امام حسین علیه السلام در ارتباط به این سوال هایی که طرح کردیم چی هست. میخوایم جوابشان را داشته باشیم و شما هم از شماره یک تا هفت انتخاب بکنید. پس ما شماره سر انتخاب میکنیم. ببینیم شماره یک، یه هم دو، یه هم سه. می‌بینیم که چی هست. نقش زنها در قیام امام حسین علیه السلام چی بوده؟ خب نقش زنها در کل، نقش زنها خب در جامعه بیشتره و در قیام امام حسین نقش زنها بیشتر بوده. یعنی زمانی که امام حسین با 72 تن از یارانش به شهادت میرسه، بی بی زینب بوده که امی یتیما را سرپرستی از یتیما را داشته و همچنان زمانی که امام حسین عازم سفر میشه به خاطر بی عدالتی ها میخواسته مبارزه کنه، خیلی از زنها بوده که اینا را حمایت کردن از قبل هر نوع دیگه، مثلا برای سفر اینا را آماده میکردن و همچنان زنها بوده که یک گام استوارتر برداشتن و باعث شد که از در کنار مردای خود باشه و از اینا مثلا در مبارزه حمایت کنه و همچنان در جنگ بوده هم از خاندان هاشمی و همچنان از خاندان غیر هاشمی بانوان بوده که در قبال بی‌عدالتی ها مبارزه کردن و زنان در قبل از حادثه عاشورا و بعد از حادثه عاشورا با فداکاری هایشان، با پاکدامنیشان در کنار مولایشان ایستادگی کردند و این نقش عمده ای بوده که زنان در داخلش داشته. البته ما معلومات مختصر دادیم و همچنان بانوان در حادثه عاشورا نقش خیلی برجسته و بزرگ داشتند. جان سپاس بانو حبیبی از معلوماتتان و معلوماتی که برای ما و بیننده های ما دادین. در ارتباط به اوضای فعلی که امروز ما در او قرار داریم، پیام شما برای خواهرای ما چی هست که چگونه یک نقش در اوضای امروزی باید ایفا بکنن؟ خب پیام ما برای خواهرها نیست که همیشه زینبی باشد. زینب، بی بی زینب با این که برادر از دست داد، 72 تا از یارانش از دست داد و فقط یگانه فردی بود که آن همه یتیم را سرپرستی کرد، بر من توصیه امیست که مبارزه کنین از خاک، ملت، ناموس، از وطنتان و همچنان زن و مرد نباشه و همچنان مانند زینب باشین و زینب و مثل زینب در کنار یکدیگر ایستاد شین و مبارزه کنین. موفق باشید. سلامت باشید. همه جنه عزیزم در کنار دو برادر ما هستیم، ازشان سوال میپرسیم. هر سوال را که اینا خودشان مایل بود جواب بده ما میپرسیم. البته فقط نظر شخصی خود شهروندان را ما در ارتباط به سوال ها لازم داریم. برادر جان، یک سوالی که اینجا پیش دست ما است، ما چگونه میتوانیم از دانشگاه و مکتب امام حسین علیه السلام الگو برداری کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما میتونیم که از این الگو بگیریم، چون امام حسین یک رهبر بود، یک الگو برای جامعه بود.
ما میتونیم از مکتب و از دانشگاه ازی بگیریم، الگو بگیریم، چون که خود ازی اگر رهبر بود مثل از او فداکار باشیم و برای جامعه همه قدر مثل او کار کنیم و یک آدمی فداکار باشیم دیگه. تشکر از شما. برادر توال دوم برمیگرده و شما دم شما هم دم زیم. خب درست است. امیر شما جواب بدید. بخشید خواهر که خو دیدگاه خود را میگوید یا که چی برداشت دارد. از نظر من ما که در مورد امزی عاشورا و در مورد زندگی ظاهری و معنوی خود امام حسین علیه السلام یک چیز معلومات داشته باشیم، بعد از معلومات شما میفهمیم که در او چی الگوهای خوبی وجود داره. مثلا هر انسان یک چیزی در وجود خود داره، مثلا یک تعصب در وجود خود داره، اما ما باید بدانیم که چگونه او را کنترل کنیم. و امام حسین علیه السلام بهترین الگو است از هر لحاظ، از بخصوص بیایم همین لحاظ عاشورا را بگیم. مسئله خداشناسی، مسئله دین خدا که خود را فدای دینش کرد باید هم مطالعه داشته باشیم. جهان سپاس، سر بلند باشیم. امتنه عزیزم، امروز روز دوم ماه محرم بود و آمدیم دیدن نمودیم از سقاخانه ها و همچنان سوالات را که ترتیب داده بودیم از شهروندان پرسیدیم. شما هم جوابات و نظرات که خود شهروندان داشتن برای شما از آن به اشتراک گذاشتن و آرزو میکنم که برنامه امروزی ما مورد پسند شما از آن قرار گرفته باشه و تقاضای ما شما این هست که برنامه ما را با دوستانتان هم به اشتراک بگذارید.